دوستان عزیز، سام سرابی هستم در خدمت شما. امشب نمیتونم بگم با یک لایو یهویی، با یک لایو تقریبا یهویی، به خاطر اینکه قبل از اینکه بیام تقریبا یک دو ساعت پیش اعلام کردم که میخوام بیام، ولی خب باز در نهایت یک لایو ناگهانی محسوب میشه. خیلی خوش آمد میگم خدمت دوستان عزیز و دارم میبینم که یک به یک دارید اضافه میشید به لایف و من خیلی خوشحال هستم. دوستان عزیز، اگر اسم تک تک عزیزان رو نمیارم عذرخواه هستم، ولی از همه شما عزیزان طبق معمول متشکر هستم، سپاسگزار هستم که قدم رنجه میفرمایید به لایف ما از اقصا نقاط دنیا. میبینم که از آلمان آمدید و از ترکیه آمدید و از ایران عزیز خودمون، از شهرهای مختلف دارم میبینم که یکی یکی دارین میان داخل و کم کم داره به تعدادمون افزوده میشه. گرچه الان ساعت 2 بامداد هست و به خاطر همین میدونم خیلی از دوستان عزیز الان خواب هستند و در خواب ناس هستند و گویا خواب 7 پادشاه رو دارن میبینن، ولی خب ما طبق معمول بیدار هستیم و یک سره در حال صحبت کردن و آموزش و درس و حیفمون اومد که باز امروز هم در خدمت شما عزیزان نباشیم. خب یه مقدار خوشو بش کردیم که یه ذره از بچه‌ها جمع بشن دور هم دیگه تا اینکه بریم سر مطلبی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنیم. لایو قبلی من که لایو بود در مورد راز جادویی اعداد یا همون نومرولوژی، متاسفانه با یه سری از مشکلات صدا و اینجور ماجرا روبرو شد و یکی دوتا در واقع خطایی هم در خود لکچر بود که من ترجیح دادم که حالا به علت خستگی بعضی موقع انسان بالاخره چون لایف هستش نمیتونه هیچ وقت توی لایف خیلی روی اصول صحبت بکنه، گاهی اوقات دیگه بالاخره خطایی هم صورت میگیره، حالا چه فنی چه از نظر ادبی، و ترجیح دادم که این کار رو یه ویرایشی بکنم و دوباره انشالله آپلودش بکنم، یا اینکه اصلا یک شب دیگه ای رو مخصوص این ماجرا بذاریم برای اینکه در مورد اعداد صحبت بکنیم و یه مقداری محکمتر و پرتر. اما یک اتفاق بسیار جالبی که افتاده بود این بودش که یکی از دوستان عزیز ما، از بچه‌هایی که حالا به من علاقه داره و لطف داره خیلی زیاد، دیدم که یه کار رپی رو درست کرده بود و از صحبتایی که اون شب من میکردم و داشتم توضیح میدادم که چرا باید ترمز رو بکشیم و چرا باید ما آسته آسته بریم توی اطلاع دادن و فرصت نداریم و ما باید اطلاعات رو هرچه سریعتر به بشر بدیم، ما همه مسئول هستیم که این اطلاعات رو به همدیگه بدیم و همدیگر آگاه بکنیم، آگاهی حق بشره. و داشتم میگفتم که شاید الان که دارین صدای منو میشنوین 50 سال دیگه باشه، شاید الان که دارین صدای منو میشنوین 200 سال دیگه باشه. از اینجا به 200 سال بعد سلام میرسونم و میگم یه روز یک سامی بود که داشت اینجا برای شما صحبت میکرد و آگاهی هایی رو به شما میداد. و خوشبختانه خیلی قشنگ این دوست عزیزمون سخنان من رو بین یک رپ خوب گذاشته بود و یک ریتم خیلی قشنگ روش گذاشته بود و خب من خیلی خوشحال شدم، واقعا ازش تشکر میکنم. و دوستان خیلی لطف دارن، یکی از دوستان بدونی که من بدونم، البته حالا خودش بعد التماس من عذرخواهی کرد و گفت من نمیدونستم داستان، از شما اجازه نگرفتم، یک سایتی رو برای من طراحی کرده بود و کلی درسای ما رو تو سایت گذاشته بود که حالا قرار شد البته با هماهنگی من باشه این قضیه، چون خیلی هم زحمت کشیده بود و یک سایتی رو تهیه کرده بود روی علاقه‌ای که به من داشتن ایشون و لطف داشتن. و من گفتم حالا بهتره که البته اگر قراره که چنین کاری رو بکنین با من هماهنگ بکنین، بچه‌ها دوست دارن دیگه، حالا به قول معروف فن‌های ما به ما علاقه دارن و لطف دارن به ما و ما هم دوستشون داریم خیلی زیاد. خدمت شما عرض شود که خیلی ممنونم، دوستان عزیز تشویق میکنن که این ریش به ما میاد، بالاخره حالا این ریشه دیگه، یکی از دوستان گفت آقا ریش تو چرا بلند میکنه، گفتم ریشمونو بلند نمیکنیم، خودش بلند میشه. خیلی گیر داده بود که آره این ریشه رو ما بزنیم. حالا واقعا من در قید و بند ریش رو نمیدونم داشتن یا نداشتنش نیستم، یه روز صبح دیدین من اومدم کل ریشه رو زده بودم، زیاد توی این قید و بند نیستم، الان فکر میکنم مثل گروه زیزی تاپ شدم و تیپم هم مثل گروه زیزی تاپ فعلا میبینم. یه روز هم دیدیم ما بالاخره
چون بالاخره هنرپیشه هم هستیم، یه روز دیدی حالا ما دوست داشتیم برای شومون ریشامون اصلا کلا از ته بزنیم، بعضی خوششون نمیاد بعضی خوششون میاد، بالاخره سلیقه های مختلف وجود داره، ولی خب اصل کار اینه که روح هم دیگر رو ببینیم و آن چیزی که پشت چشم هاست رو ببینیم، آن چیزی که از دیده برون می نگرد یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم، اون چیزی که پشت چشم های ما هست مهم هستش و ظاهر ما اونقدر مهم نیست، گرچه حالا ظاهر باید آراسته باشه و یه کمک آدم به خودش برسه و سعی کنه یه تیپی هم بزنه، ولی در نهایت امر اون چیزی که مهم هستش به نظر من اون روح ماست و اون اندیشه ماست که به چشمهای ما، به قیافه ما در نهایت یک رونق دیگری میبخشه. و در نهایت ای برادر، سیرت زیبا بیا، حالا سیرت زیبا بجوی، حالا هرچی بگیم درسته دیگه، بالاخره دنبال این سیرت زیبا باید باشیم و باید سعی بکنیم که سیرتمون رو نگه داریم. الان ببین این دوستمون میگه استاد ریش بهتون میاد اصلا دست نزنید. خب دیگه به این قیافه من عادت کردین. بله، ولی خب اینا همش چیه؟ گذراست و کلا این دنیا چه بیریش چه باریش پیش میره، چه بیریش چه باریش برو پیش. الان شعر گفتم بهتون که بدونید که در نهایت میره پیش، حالا شما چه داشته باشی ریش چه نداشته باشی ریش، حالا اون ریشی هم که داریم میگیم ریش به معنای درد و غم و اندو هم است، اگر اون ریش رو هم داشته باشی سر خودت کلا رفته، سعی کن ریشات هم، یعنی اون ریش ها و اون زخم های خودت رو هم در نهایت با به عنوان یک نظارگر از جایگاه من حقیقی از خودت ندونی و بتونی به راحتی اونها رو هم تحمل بکنی و بدون که فضیلت، بزرگترین فضیلت به قول شاکیامونی بودا صبر است. خب امشب میخوایم در مورد خدمتتون عرض شود که سمسارا صحبت بکنیم، البته خب تلفظ مختلف داره، سمساره، سامسارا، سمسره، سنگ ساره، سانسارا، در هر مکتبی و در هر در واقع آینی که تحت تاثیر فرهنگ ودایی هند باشه در مورد سامسارا، حالا ما میگیم سمساره، چرخه سمساره، در مورد سمساره یا سمسارا، ما واقعا سمسارا چیست؟ معنای لغوی سمسارا رو اگر ما بخوایم مورد بررسی قرار بدیم به نظر خیلی از زبانشناسان به معنای گردونه و چرخ است. و یادتون باشه گردانه و چرخ، شاید ما این علامت سمساره رو نزدیکترین علامت و یعنی میشه گفتش که بهترین سند رو براش همون صلیب شکسته‌ای که مخصوص آریایی هست رو بدونیم. آریاییان یک صلیب شکسته‌ای داشتن که این صلیب شکسته رو هم بعداً میبینیم که هیتلر کپی کرد، چون میخواست خودش رو وصل بکنه به این داستان، حالا داستان خودش رو که میدونین دیگه چی بود، هیتلر، آدولف به قول معروف عجیب و غریب که اون بلاها رو متاسفانه سر بشریت آورد، اون جنگ رو راه انداخت، از این علامت سمساره برای به عنوان صلیب شکسته استفاده کرد، که البته خیلی متاسفانه گفتن که نمیدونم چون حالا ضد مسیحیت بوده این صلیب رو شکسته، نه اتفاقا هیتلر یه آدمی بود که خیلی هم ادعا میکرد که مسیحی هستش و مذهبیه، در خیلی از جا این ادعا رو هم داشته، ولی خب دیگه دوستاش تو همون به قول این دوست ما نوشتن چرخه مهر، بله در ایران باستان هم به چرخه مهر و گردونه مهر معروف هستش و در هند هم ما به اینو به سمساره یا سمساره یا چرخ. اما به مرور زمان این مفهوم لغوی رو که ما میبینیم کم کم جای خودش رو در زبان روزمره‌ای که ما در هند داریم امروز جای خودش رو به دنیا داده. ما میگیم ای چرخ گردون، میگیم دیگه ای چرخ گردون، و این همون چرخ گردون شده به مرور زمان. اما معنای عرفانی اون، معنایی که واقعا در واقع میشه گفتش که شاید ما بتونیم از متون ودایی برداشت بکنیم، پشتش یک مفهوم بسیار بزرگی نهفته استش. و اگر کسی مفهوم سمساره رو تمام و کمال بشناسه اون وقته که میتونه بشکنه اون رو. یادتون باشه دوستان عزیز، ما زمانی که میخوایم یک چیزی رو از بین ببریم و نابودش بکنیم و از شر اون خلاص بشیم، اول باید اون رو خوب بشناسیم. وقتی اون رو خوب شناختیم، وقتی حریفمون رو خوب شناختیم، میتونیم حریف رو به زانو در بیاریم. خب ما به قول پیران مغان قدیم، قبل زرتشت رو دارم میگم، من به خود اشو زرتشت کاری ندارم، قبل از مغان در واقع اون آیین خسروانی ایران که قبل تر از اینها بود، اعتقاد داشتن که ما در یک گردونه‌ای
در یک چرخه اسیر هستیم و این چرخه چرخه میثر یا همون مهر هستش به گونه ای. و حالا البته در جایی هم در تاریخ ما میبینیم که جای خودش رو به زروان میده، این یعنی میترا و زروان یه جورایی با هم دیگه ترکیب میشن، یه خدای ترکیبی درست میشه، خصوصا در زمان اشکانیان که تو گویی این افلاک که در بالا هستش ما رو بین خودشون نگه داشتن. و ربایشی که این اجرام و آسمانی دارن، ربایشی که این ستاره ها و کهکشان ها دارن و فشاری که روی ما میارن و گرانشی رو که روی ما ایجاد میکنن، باعث میشه که ما توی چرخه کارمیک گیر بکنیم. خوشبختانه امروزه دیگه نیازی نیست من بخوام توضیح بدم چرخه کارمیک چیست یا کارما چیست، میدونم که بچه ها دیگه همه آشنا هستن. یه روزی وقتی ما میگفتیم کارما در نوجوانی، همه والدین ها و دوستان عزیز دیگه مسخره میکردن، میخندیدن کارما کارما، الان میبینیم که همه رو پیرناشون کارما مینویسن و همین در واقع میشه گفتش که بزرگان ما که قدیم مسخره میکردن این کلمات رو الان دارن استفاده میکنن و کارما رو بیشتر به عنوان تقاس که ما باید تقاس پس بدیم، کارماشو پس میدی یا میخوری. یا مثلا دیدم اون روزی آقای پست گذاشته بود مثلا خیلی داشت باحالم درس میداد، کارما یعنی چی؟ کارما یعنی بزنی میخوری داداش، داشت اینجوری توضیح میداد کارما رو. که کارما خب حالا یه بخش خیلی کوچیکش و جزئیش این هستش، ولی کارما در واقع میشه گفتش که یک مفهوم خیلی بزرگتر و برتر و بالاتری داره که ما در مورد کارما کامل صحبت کردیم، حالا اینجا شاید اشاراتی هم بکنیم. بله، در واقع یه جورایی یک چرخ کارمیک هست و ما داخل این چرخ کارمیک در واقع اسیر هستیم به قول مغان، و ما باید این گردونه مهر رو در نهایت بشکنیم تا بتونیم به درجات بالاتر برسیم. و در آیین هندو هم دقیقا همین رو میگن که ما در این سنگساره یا سنساره یا سمسارا گیر افتادیم و اگر میخواییم آگاهی خودمون رو بالا ببریم باید از این سمسارا خلاص بشیم. اما خب به صورت ساده، حتی در پوستری هم که من گذاشتم دیدید که در تبت تانگاهای خیلی زیبایی در مورد سمسارا کشیده میشه و سعی میکنن مراتب و مدارج این سمسارا رو به ما نشون بدن. و البته به این مراتب در تبت میگن باردو، باردوهای مختلف، که در کتاب در واقع مردگان هم به همین سمسارا اشاره شده که چگونه، که این کتاب رو پادماسامبابا نوشته البته و من این افتخار رو دارم که این کتاب رو به زبان تبتی خوانده ام، به همون زبان تبتی باستانی، و به همین زبان هم به بچه‌هایی که به مدارج بالاتر میرسن درس میدیم و باشون کار میکنیم. در این کتاب باردوها یا درجات مختلف رو توضیح داده که در این سمسارا چگونه اتفاق میفته، حتی بعد از مرگ توضیح داده که ما چگونه پس از مرگ میتونیم با تکنیکایی از این سمسارا خارج بشیم. البته باز دوستان عزیز فکر نکنن که یه تکنیک داره و یه رازی داره و نمیدونم آقا تکنیکشو با ما بگو، این یه چیز مسائل عرفانی اینجوری نیستش که شما با پیله کردن به یک استادی مثلا هی استاد بگو دیگه رازو، دیگه استاد رازو بگو، باید این رو اعمال ماست و به باور ما بستگی داره و ما باید واقعا کارمای خودمون رو صفر بکنیم. گرچه حالا من امروز به شما یه تانتراهایی رو خواهم گفت که بسیار بسیار به دردتون میخوره که چگونه از سمسارا بتوانید خلاص شوید از نظر هندوها. البته بارها من گفتم من اینجا به عنوان یک محقق هستم و دارم به عنوان یک محقق نظر کسانی که در مکتب واجرایانا و هند هستن رو عنوان میکنم و حتما این چیزهایی که ما داریم میگیم نظر شخصی خود ما نیست، ما اعتقادات و باورهایی رو داریم به صورت آینی در مرز و بوم خودمون که همه اونها قابل احترام هستن، اما خب راه تحقیق بسته نیست بر روی یک باورمند و یک باورمند میتواند تحقیق بکند و محصول تحقیقات خودش رو بگه. و خب من سعی میکنم همیشه از کتاب‌های مختلف، مثلا من از کتاب آقای داروش آشوری برای شما میگم، از کتاب‌های آقای عنایت الله پاشایی برای شما میگم، از کتاب‌های مختلف آقای حداد، دکتر حداد براتون میگم، کتابی که در ایران همه اینا چاپ شده و یه چیز عجیب و غریبی نیست، اما خب سعی می‌کنیم حالا برداشت خودمون رو و تألیف خودمون رو و اون نتیجه‌گیری خودمون هم داشته باشیم. پس ما در جایگاه یک محقق اینجا هستیم و داریم توضیح و تفسیر می‌کنیم و کار ما به هیچ وجه و قصد ما این نیستش که بخوایم یک چیزی رو شما رو به یک سبکی، به یک سیاقی ترغیب بکنیم یا به یک سبکی سیاقی سوقتون بدیم، به هیچ وجه. ما فقط در جایگاه یک محقق میگوییم که چگونه از تانتراهایی که هندوها عقیده دارند و عنوان میکنند برای اینکه ما بتوانیم از چرخه سمسارا خارج بشیم. در مورد مثلا کلمه تانترا خیلی ها میگن آقا تانترا تانترا، چون آقای اوشو یک کتابی در مورد
مسائل جنسی و تانترا نوشته و صحبت کرده، فکر میکنن تانترا یعنی سکس. نه، تانترا یعنی تکنیک، تاکتیک. هر کسی میتونه یه دونه تاکتیک جدید خودش درست بکنه و میتونه با یک تاکتیک جدید به یک سری از آگاهی ها برسه. حالا اون تاکتیکی که جناب آقای اوشوتون کتابش عنوان کرده یه ذره سوقش سکشوال داره. دلیلی میشه که چون تانترای ایشون سوق سکشوال داره ما بگیم تانترا سکس؟ اصلا خنده داره. من بعضی موقع از بعضی از حالا بچه که تازه اومدن و شاگرد شدن و جای دیگه کار کردن، یا خودشون مثلا حالا معلمی هستن جایی و درس هم حالا دادن و میان کلاس که اصلاحات بشن و بدونن، وقتی ازشون بپرسم خب تعریف کن به من بگو که مثلا تانترا چیه، و میبینم یه تعریف خیلی عجیب و غریب خنده داره میکنه، مثلا تعریف سکشوال میکنه، تعریف جنسی میکنه چون کتاب اوشو رو خونده، یا اصلا یه تعریف دیگه. اصلا تانترا به معنای این هستش که شما یک تاکتیک بزنی. حالا هر کسی میتونه یک تاکتیکی درست بکنه، اما هندوها برای خودشون یک تاکتیک خاصی رو عنوان کردن که ما چگونه بتوانیم از این چرخه سمسارا خلاص بشیم. و بسیار زیبا این تاکتیک وقتی وارد تبت میشه، همین آیین در واقع بودیسم که خود بودا در واقع هندو بود دیگه، از بستر در واقع هند، هند شمالی که همون نپال است، میاد بیرون. خود بودا میاد بر روی این قضیه کار میکنه و باز اضافاتی رو به اون ملحق در واقع الحاق میکنه و در نهایت باعث میشه که این تکنیک ها خیلی کاملتر بشه و ما در تبت یک تکنیک های بسیار کاملتری رو داریم و در اوج شکوفایی این هم در کتاب گفتگوی مردگان جناب آقای پادماسام بابا یا گورو ریمپوچه هستش که میشه گفت خیلی هم دور نیست و به همین تازگی ها بود که کشف شد. در قرن اوایل قرن فکر کنم 20 یا اواخر قرن 19 بود که این کتاب کشف شد و ترجمه شد، که توی اون ما میبینیم پادماسام بابا یا همون گورو ریمپوچه در واقع میاد باردوهای بعد از مرگ رو توضیح میده و توضیح میده که چگونه یک سالک میتونه بعد از مرگ از سمسارا فرار بکنه و دوباره متناسخ نشه و به عقیده تبتی ها دوباره به بدن خودش به بدن دیگری برنگرده و مجددا دوباره روح او در جسم دیگر یا در کالبد دیگری حلول پیدا نکنه، چون دوباره باید برگرده به همین دنیا و این دنیا از دید بوداییان یعنی رنج، تولد یعنی دوباره مریضی و پیری و رنج و مرگ، و مرگ باز یعنی تولد دیگه. اینجا مرگی اتفاق نمیفته، مرگ زمانی اتفاق میفته که ما هنوز تو چرخه سمسارا گیر باشیم. اما اینجاست که پادماسام بابا میاد و کتاب مردگان تبت رو که یکی از بهترین کتاب هاست که من تا حالا خوندم به زبان تبتی البته، میاد اونجا عنوان میکنه که چگونه ما از باردوها یا از مرحله ها عبور بکنیم و از سمسارا بریم بیرون. که خب این البته مبانی اون رو ما تو کلاس کامل درس میدیم در زبان تبتی وقتی کار میکنیم و به متون میرسیم، اینها رو دونه دونه میریم جلو خط به خط و میگیم مثلا مرحله اول وقتی که جسم میاد بیرون حالا چه موجوداتی میبینه از بدن خودش، در واقع همون مثل دقیقا همون نکیر و منکری که ما اینجا در خودمون داریم در آین خودمون، اونجا هم دقیقا یک چنین حالتی هست، این چنین ترس هایی وجود داره و چگونه چه مراسمی اجرا بشه که اونایی که اطراف هستن تا بتونن این انتقال این در واقع روح رو به جهان دیگه آسان بکنن، برای تسهیل انتقال این روح به جهان دیگه چه مراسمی رو انجام بدن، چه کارهایی بکنن تا بتونن وارد در واقع جهان دیگه‌ای بکنن این روح رو، یا حتی روزی رو که میخوان این روح رو این جسم رو بسوزونن یا در تبت البته میندازن روی کوه، مثل زرتشتیان قدیم ما که روی یک برجکی مینداختن جسدها رو تا میپوسیدن دیگه اونجا، تبتی البته یک کار مشابه این انجام میدن ولی در بعضی از جاهای تبت، نه همه جای تبت. البته الان دولت ها اینا رو میشه گفتش که بعضی جاها دیگه ممنوع کردن، میان و سلاخی میکنن، فیلماش هست میتونین ببینین، و بدن ها رو تیکه تیکه میکنن و اینها رو میان در واقع مینازن جلوی لاشخورها، که لاشخورها حداقل از روی بودیچیتا یا از روی اون در واقع شفقتی که به حیوانات دارن حداقل از این بدن هم بشه استفاده کرد. البته دیگه الان دیگه اهدای عضو اومده دیگه، خیلی کار مسخره‌ای باید باشه، و حتی همین تبتیان هم به جای که دیگه این کار انجام بدن، اگر سعی سالم باشه و پیر و به قول من رو فرتوت نباشه اون بدن، الان دیگه میان چیکار میکنن؟ اهدای عضو میکنن در واقع، در واقع همون کاری که به جای که بدن لاشخور بخوره میدن به آدم بخوره، آدم بکنه تو تن خودش استفاده کنه، بعد آدم لاشخور بازی در بیاره، خدا کنه که در نیاره. مزاحی بود البته، ولی خب در نهایت امر میخوام بگم خدمتتون که کتاب پادماسام بابا خیلی مراحل توضیح داده، اما کتاب پادماسام بابا یک مقداری جنبه سمبولیک داره.
ما خیلی از کتابایی رو که تیپ کتاب پادماسان بابا، مثلا تیپ کتاب مکاشفات یوحنا در انجیل عهد جدید، تیپ کتاب ارداویراف نامه، اون معراجی که ارداویراف میره زرتشت در زمان ساسانیان، اون موقع زرتشتی میره به اونا، اینا کتابایی هستن که کتابهای سمبولیک هستن. یعنی نباید ما اونها رو جوری بخونیم که انگار دارن مستقیما میگن، و ما نباید اینا رو متهم کنیم به خرافه گویی، به خرافه گویی، و بگیم فکر کنیم که اینا دارن چرت و پرت میگن یا مثلا داستانه کودکانه تعریف میکنن. نه، شما مکاشفات یوحنا هم که بخونین، از آخر زمان صحبت کرده، اومده در قالب تمثیل، در قالب استعاره و انتزاع و کنایه و جناس و تمام این چیزهای ادبی رو استفاده کرده و این اسطوره ها رو جوری بیان کرده که ما بتونیم از دل اینها در بیاریم. کتاب پادماسان بابا هم، مردگان تبتی هم همین هستش. و کتاب ارداویراف نامه هم وقتی از معراجش صحبت میکنه، ارداویراف در زمان ساسانیان که چگونه به طبقات دیگر رفت و جهنم رو دید و بهش رو دید و باردوهای همون استیج های مختلف پس از مرگ و اینا رو دید، ما نباید اینا رو بیام دقیقا همون اینجوری بخونیم و بشینیم مسخره کنیم اینا چقدر احمق بودن فکر میکردن که مثلا اینجوریه. اینجوری شما قدیمی ها رو اینجوری نگاه نکنین. اونا که در دوران باستان زندگی میکردن بسیار بسیار فهیم و فهمیده بودن، از معماریاشون مشخصه، از تمام آثاری که ازشون به جا مونده، از اشعارشون مشخصه که اینا خیلی انسانهای پیشرفتهی بودن. چند شب پیش من داشتم مصر در واقع قبل از میلاد رو نگاه که 5000 سال پیش رو بازسازی کرده بودن، میدیدم این نیویورک، این دبی، خوشگل داشت نشون میداد خونه ها چجوری بوده، یا روم رو اداره داشتن برای خودشون، بایگانی داشتن، مالیات میگرفتن و حتی تکنولوژی داشتن. حالا ما اصلا کار نداریم به حضور فرازمینیان در اینجا که شاید اصلا خیلی از به قول معروف اتفاقات دیگه هم در اون زمان میافتاده. یعنی ما نباید اونها رو احمق فرضشون بکنیم، فکر کنیم اینا قدیمی بودن. اینا فکر میکردن که گاو مثلا گاو میپرستیدن، یا فکر میکردن که فلان سنگ میپرستیدن. خیر، چه بسا که اینا رسیورهایی بوده که میذاشتن این اسنام و بت‌هایی رو که اینا در واقع بهشون احترام میذاشتن. ما واقعا این چیزا رو نمیدونیم و باید هنوز علم باید دنبال اینا باشه و باید اینا رو پیگیری بکنه و بفهمه. پس ما این کتاب ها و این آثاری رو که از دوران قدیم میخونیم در مورد جهان پس از مرگ، باید اونها رو با یک دقت خیلی عمیق و ژرف پیگیری بکنیم و در موردشون تحقیق بکنیم و به همین راحتی نیمونه رو قضاوت بکنیم. خب پس یک کتاب داریم ما در مورد سمساره که خیلی خوب است، کتاب در واقع گفتگوی مردگان یا حالا مردگان تبتی، اسامی مختلف داره، مال پادماسان بابا هستش که خواندنی است بسیار. حالا من کار ندارم به کتاب مردگان مصر باستان که اون رو هم من در کتاب در هیروگلیف درس میدم که اون هم شگفتی های بسیار زیادی داره و شباهت های بسیار زیادی بسیار زیادی کتاب های مصری، در واقع کتاب گفتگوی مردگان مصر که 31 یا 32 پلیت هست که ما اونا رو ترجمه میکنیم با بچه ها. در این کتاب ما با آیین ها، با جهان پس از مرگ مصری آشنا میشیم و خیلی تشابهات بسیاری رو ما در متون مصر باستان میبینیم با تبت، تشابهات بسیاری رو میبینیم با اشلوکهایی یا با پرانه هایی که در هند باستان هست، عقایدی که حالا پیش ودایی بودن، قبل از وداها نوشته شدن وداها بودن که بعداً به وداها انتقال پیدا کردن، عقایدی که قبل از اوستا، اون اوستای اولیه، مشترک ودا و اوستا یکی بوده دیگه. اول چون ما یک قوم و قبیله بودیم هممون با هم دیگه، هندو اروپایی بودیم، بعداً که جدا شدیم حالا این ور شد ویدیا یا همون در واقع وداها که دانش شد، این ور شد اوستا که خیلی شبیه هم هست از لحاظ لغوی که حالا بحثش اینجا نیست. و در نهایت میبینیم که اونجا هم از این مراحل و مراتب، بسیار بسیار مراتب پس از مرگ صحبتهایی شده و بسیار شباهتهای جالبی داره. اما دوستان عزیز، همه اینها که این ماجرا رو تعریف کردن، یه جای ماجرا رو یا نگفتن کامل یا اینکه واقعا گیر کردن. این انگار که از یه جایی این رفتن از این سمساره بیرون تا اینجا به ما میگن که آقا شما چگونه در یک دنیای بهتری مثلا متولد بشید. البته مردگان تبت رو میگن ترجمه هم شده، ترجمه بسیار ضعیف و اصلا ترجمه درستی نیست و بسیار بسیار ترجمه ناقص و اصلا یک چیز هچل هفتی این ترجمه، و اون چیزی که در زبان تبتی خوانده میشه زمین تا آسمون فرق داره.
اما تمام اینهایی که کتاب ها میبینیم تا یه جایی یه چیزی رو گفتم، ولی در نهایت وقتی شما با اینا میشینه صحبت میکنه، رهایی از این سمساره و بیرون رفتن از این سمساره یک چیز بسیار آرمانی و مقدس است و کار هر کسی نیست. شاید کار یک لامایی باشه، شاید کار یک مغ زرتشتی، شاید کار یک مثلا در واقع حالا کاهن یک آمون باشه که بتونه مثلا، یا یک فرعونی باشه که به رعب پیونده مثلا یا به خدا به پیونده، ولی کار یه آدم عادی که بتونه بره، یعنی خیلی سخت این رو جلوه میدن، یه جوری به شما جلوه میدن این رو که رهایی از سمسارا به همین سادگی ها نیست، به همین راحتی ها نیست. گرچه درست است به همین سادگی و راحتی ها نیست، منم اول به شما گفتم نمیتونه کسی بیاد بگه که آقا مثلا آقا تکنیکش چیه داداش ما در بریم، نه، ولی میشه که میشد شاید من نمیدونم، شاید میشد جور دیگری توضیح داد که یک مقداری راه رو، دورنمای راه رو ساده تر میکرد برای بشر، که حداقل اگر بنا بود به قول به عقیده هندوها اگر بنا بود بشر متناسب بشه، بتونه شانس اینو داشته باشه با این دورنمای بهتر و با این توضیح بهتر در مراتب بالاتری متناسب بشه، شاید میتونستن این کار انجام بدن. اما یکی از راه هایی که ما میتونیم جدا از این داستان سمسارا در متون هند پی ببریم به تانترا یا تکنیک راه رهایی از این چرخ سمسارا و فرار کردن از این زندان، یک سری از متونی هست که ما به اونها میگیم ناواگرانها. نه ستاره و سیاره که حالا نمیخوام نام اینا رو ببریم یک به یک، حالا ماه هست، خورشید هست، مریخ هست، مشتری هست، چیزایی که حالا در اون زمان میدونستن و میگفتن روی ما تاثیر میذاره. این ناوا که این نه تا هستن و گرانها از همون گرانش ما میاد در زبان فارسی، گرانش یعنی گرانش. اینا یک گرانها بر روی روح بشر دارن و اینها باعث شدن که روح بشر استاک بشه و گیر کنه. دقیقاً همین طرز تفکر رو که ما در آیین مهر داریم که اینها تأثیر ایناست که ما رو توی زمان نگه داشته. اصلا این ستاره ها و سیارات در متون ناواگرانه ها هستند که به زمان مفهوم میدهند، به فضا مفهوم میدهند و به مکان مفهوم میدهند. قبل از اینکه اینشتین در مورد اینجور مسئله صحبت بکنه که نمیدونم حالا زمان تحت تأثیر جاذبه است یا انحنای زمان و انحنای فضا و حالا کسایی که فیزیک و ریاضی خوندن، ما اطلاعات شاید کافی و خوبی نداشته باشیم، بچهای فیزیک و ریاضی بهتر میدونن، در حد اطلاعات عمومی چیزی که ما میدونیم، قبل از اینکه این صحبت ها بشه ما میبینیم در ناواگرانه ها کاملا از تأثیر سیارات حتی بر گذر زمان، حتی بر شعور ما، حتی بر دانش ما صحبت شده. به چه دلیل؟ اکثر ادیان قدیمی بر پایه ستاره پرستی بودن. چرا در تمام ادیان ما میبینیم که حتما بر اساس ستاره و ماه و قمر و ماه قمری، ماه شمسی، چرا از روی این سیارات همه ماها گذاشته میشه؟ چرا نمادهای اکثر آیین‌های باستانی همه اینها بر روی ستارگان و سیاراته؟ چرا اهرام ثلاثه مصر از روی خوشه پروین تبعیت کردند؟ چرا در اینکاها ما میبینیم که اون هرم‌هایی رو که ساختن در کوادالاخارا و در جاهای دیگه، در کاراراس، در قسمت دیگه حالا آمریکا جنوبی، همه از اون تبعیت میکنه؟ چطور در واقع میشه گفتش که میان بر اساس این ستاره و چرا این ستاره ها رو میپرستند؟ چرا همین ستاره پرستی، حالا به قول معروف ما نمیتونیم بگیم ستاره پرستی، یعنی اینقدر اینا باز سطحشون پایین نبود و احمق نبودن، به قول آقای اریک فوندنی که نظر ایشون هست، اینقدر ایشون اینا احمق نبودن که مثلا ستاره رو فکر کنن آدمه بپرستن، مثلا خورشید رو فکر کنن آدمه، خیلی عمیق‌تر از اینا بودن. شما نگاه کنین آثارشون قشنگ، حتی حالا قبل از اینکه مسیحیت بیاد و بگه زمین تخته، خیلی قبل‌تر از اون تو سومر باستان قشنگ می‌دونستن که مرکزی از خورشید و سیارات دارن دورش می‌گردن و شما توی اون سیل‌ها یا مهرها یا اون استوانه‌ها می‌بینین که قشنگ داره نشون میده که از ستاره‌ها و سیارات کاملا خبر داشتن، راستش شاید رفت آمد داشتن، می‌رفتن می‌اومدن، خبر داشتن. ولی اینا می‌دونستن که تأثیر این ستاره‌ها و سیارات در واقع اومده چیکار کرده؟ اومده کاری کرده که بشر رو توی سیستم نگه داشته. یعنی اون سیستمی که داره روی بشر اعمال میشه، یک طریقش اون سمساره‌ای که داره اعمال میشه روی بشر، اون برنامه ریزی که بشر شده تو اون ماتریکسی که بشر رو گیر انداختن برای که بتونه توی اون ماتریکس در واقع پرورش پیدا بکنه، در اون ماتریکس از این سیارات و ستاره‌ها استفاده کردن. یعنی یکی از راه‌های کنترل کردن ما و نگه داشتن ما در سنگساره استفاده کردن از همین آبجکت هاست،
از همین آبجکت های فضایی، همچون سیارات، همچون ستاره. حالا دوستان ما گفتن که درست ماه مصنوعی است استاد؟ یکی از دوستانمون تبتی برای ما نوشتن اومانی پد مهونگ. به قول تبتی اومانی پد مهونگ. بسیار عالی. اتفاقا همین اومانی پد مهونگ هم اگر به طریقی ما بخوام تفسیرش بکنیم و بخش بخش تفسیرش بکنیم، برمیگرده به خیلی از همین سیارات و ستاره، میشه یک کارسپاندیشن و یک انطباق و تطابقی هم با سیارات داشته باشه، حتی این ذکر که در واقع باعث میشه که این گرانه ها روی ما کم بشه. زمانی که بشر بتونه کاری بکنه که تحت تأثیر این نیروی سیارات یا گرانه ها، به زبان هندی گرانه ها سانسکریت، یا خودمون خوشگل درست کردن دیگه، نمیدونم گرانش رو در چه تاریخی از کجا در آوردن، یا فرنگسرای حالا نمیدونم کی بوده این کارو کرده، یه دفعه وارد متون ما جاذبه رفت و جاذبه به جاش گرانش اومد که میبینیم همریشه هم گرانه هاست. حالا بعد یک تحقیق بکنیم ببینیم کی وارد شد این گرانا، وارد ایران شد گرانش، از کی بوده، من نمیدونم، این روز نمیدونم، اگه بچه ها میدونن بعدن بگن. اومد متوجه شد که آقا ما باید سعی بکنیم که کاری تکنیکی رو داشته باشیم که بتونیم تأثیر این گرانه ها رو روی خودمون کم بکنیم. اگر من متولد تیر ماه هستم مثلا، من در یک در واقع وضعیت خیلی خاصی قرار دارم توی ستاره‌ها و سیارات. اگر یک اسنپ‌شات از زمان تولد من شما بگیرید، این اسنپ‌شاتی که از زمان تولد من میگیرید، قشنگ میفهمین که سیارات و ستاره‌ها در چه گرانه‌هایی یا در چه گرانشی نسبت به من قرار دارن و کاملا میشه کارماهای من رو پیدا کرد. تو کاری که ما در کالبد اختری انجام میدیم، من البته از طریق همون نظام در واقع پیران مغان و کار انطباقی که من دارم صورت میدم، بر اساس سالا میدونید دیگه، ستاره شناسی و استار آماری که من انجام میدم، در واقع همین کار رو من دارم انجام میدم الان، که متوجه بشیم که آقا در کدوم ماها، کدوم کواکب و کدوم ستاره ها هستن که برای ما دارن کار ما درست میکنن. اول گفتیم باید دشمن رو بشناسیم بعد بشکنیمش دیگه. من که تیر ماهی هستم مثلا، خوب واقعا تحت تاثیر ماه باشم، کاملا تحت تاثیر ماه باشم. تیر ماهی میدونن دیگه، لونا، لونا میشه چی؟ لونا میشه ماه. در زبان انگلیسی لوناتیک یعنی آدمی که احمقه، یعنی هر روز به یک رنگیه. من اگه بنا باشه که واقعا تیر ماهی باشم و هر روز به یک رنگی باشم و ثبات شخصیت نداشته باشم و تحت تاثیر ماه خلق و خوی من عوض بشه و یک موجود 100% ذهنی باشم، آیا به نظر تو خوبه؟ مثلا ما تیر ماهی ها، خب بیخود کردی تو تیر ماهی ها. ما مهر ماهی ها، مثلا ونوس 100% تحت تاثیر ونوس باشه ناهید، یا آذر ماهی 100% تحت تاثیر هرمز یا جوپیتر باشن، خوبه به نظرتون؟ این خوب نیست. اینی که شما رو بشه راحت حدستون زد که شما مثلا خردادی هستی، شما مردادی هستی. مثلا مردادی ها رو میشه راحت حد زد، مثلا کسی که مردادی تیپیکال باشه، یه مردادی تیپیکال کسیه که مثلا چیه، شیره دیگه، شیر غرور داره مثلا، یا بچه براش خیلی مهمه مثلا توی زندگی، یا مثلا یک کسی که مثلا آذر ماهیه اهل سفره، یا استاد براش خیلی مهمه، خیلی سرسپرده استاده. آیا واقعا درسته که ما واقعا تحت تاثیر ماه خودمون باشیم؟ ها، در نهایت امر این درست نیست که ما رسما یک تیر ماهی باشیم، رسما یک مهر ماهی باشیم. انسان باید سعی بکنه که، حالا اصطلاحا میگن عدد 9 رو من ما برای شما تفسیر کردم، ما میگیم 9 دوازدهم، انسان 9 دوازدهم دیگه، کامل نیست دیگه، اگه 12 تا رو برج داشته باشیم انسان 9 دوازدهم. انسان باید بتونه از این 12 تا بهره ببره، انسان باید بتونه از این 12 تا برج بهتریناش انتخاب کنه. من باید بهترین ماه تیر رو بردارم، بله، یک ذهن خلاق داشته باشم، از ماه تیر بردارم، خانواده رو دوست داره تیر ماهی، اونو ورش دارم، ولی اونجا که میبینم قاطی اونو ور ندارم. هنر رو باید برم از کجا وردارم؟ برم هنر رو از توی مثلا مهر وردارم، از توی اردیبهشت وردارم، چون همه این بروج مال من و شماست. اگر باشه ما تیر ماهی باشیم، خیلی خنده داره، لو کلاسه، خیلی قابل تشخیصیم که بخوام توی یک ماه خاصی باشیم. اگه بنا باشه مثلا من حالا شهریوری باشم، فقط خدمت بکنم بدون اینکه سرویس خدمت به دیگرون بدم، بدون اینکه هیچ برگشتی داشته باشم، یک شهریوری تیپیکال باشم مثلا، فقط سرویس بدم به این اون، بعدم بگن روی یخ نوشتیم که آب بشه بره پیکارش، خیلی مسخره است. باید یه مقداری از غرور و مردادم بردارم، یه ذره از خلاقیت تیرم بردارم، یکم که از آبان فلسفی فکر کردن و عمیق فکر کردن آبانیان بردارم، یا اگه آبانی باشم افکار خودکشی داشته باشم،
آبانیا میدونه که بعضی موقع افکار خودکشی دارن و خودکشی در آبانیا زیاده، در واقع ماه مرگ بهش میگن عقرب. اگه من کاملا مثلا یه آبانی باشم خوبه، برم تو ماجرا شروع کنم، مثلا برم والا زخمم بزنم با آبانی بودنم، برم مثلا نمیدونم صادق هدایت هی بخونم، آلبر کامو بخونم، آلمپو بخونم، هی برم فکر کنم، هی بشینم بیشتر دامن، بعد واسم ببینم چه چیز خوبی توی آبان وجود داره، چیزای خوبش رو بردارم، بقیه بروجم مال منه، چون من وسط این گردونه قرار گرفتم. درسته که من در زمان تولدم تحت تاثیر اون اسنپ شاتی که از کالبد اختری من گرفتم به وجود اومدم و به دنیا اومدم، ولی من باید بتونم در نهایت تحت تاثیر تمام این بروج قرار بگیرم، بهترین این بروج رو، بهترین های این بروج رو انتخاب بکنم و در نهایت وقتی که بهترین روش انتخاب کردم این چرخ رو بزنم بشکنم، چون دفعه بعد باز دوباره تو همین چرخ من به دنیا میام، دوباره من دوباره تو همین چرخ رو من دوباره متولد میشم، دوباره برمیگردم. پس من باید بتونم که این سیکل رو بشکنم، من نباید تحت تاثیر سیکل باشم. تمام مراتبی که در این دنیا تکرار میشه دوستان عزیز بر اساس یک سیکله. اگر این سیکل نبود هیچ کدوم از ما زنده نبودیم و به این دنیا نمیومدیم. اولین چیز عادت ماهانه ایه که در زن وجود داره. همه ما محصول عادت ماهانه زن هستیم. چرا خجالت میکشین این رو بگید؟ اگر ماه نبود عادت ماهانه ایم اتفاق نمیافتاد. تمام مادران ما. اگر این اتفاق نمیافتاد حتی در حیوانات این سیکل و عادت ماهانه وجود داره، این تخمک گذاری وجود داره، این آمادگی برای اون تولید مثل وجود داره. پس ماه بسیار موثره. آیا ماه در خلق شما بانوان موثر نیست؟ روی اعصاب شما تأثیر نمیذاره وقتی که این اتفاق میفته؟ الان که دیگه تلویزیون خودمون داره یاد میده که چجوری وقتی که خانم ها در اون شرایط هستن و توی سیکل خودشون، توی اون پریود مخصوص خودشون قرار دارن که تحت تأثیر ماه و اصلا داره میگیم عادت ماهانه، داره یاد میده تلویزیون خودمون، همین کانال 4 خودمون، بازیگر زیزیگلو اومده بود داشت یاد میداد که زنش وقتی توی اون حال بود چجوری باش خوش رفتاری کنه، خوب باش رفتار بکنه، یاد بگیره، درک داشته باشه که این زن توی سیکله. ما مردم تو سیکل هستیم، ما مردم برای خودمون یک پریود و یک دوره‌ای داریم، هممون، تمام حیوانات، تمام موجودات. ماه وقتی دریا به اون عظمت رو میکشه بیرون، جزر و مد رو ایجاد میکنه، یعنی روی خون من و شما تأثیر نمیذاره. از نظر دیوید آی که از نظر ایرک وندنیکن این ماه رو گذاشتن دقیقا برای کنترل ما، یک سناریوی از پیش تعریف شده است برای اینکه ما بتونه ما رو کنترل بکنه و سیکلای ما قابل در واقع تشخیص و قابل پیش بینی باشه و کاملا میشه بشر رو خیلی راحت از خیلی جهات پیش بینی کرد، حتی اخلاق بشر رو میشه پیش بینی کرد. فصول، فصل ها، با جابجایی خورشید، با جابجایی زمین، فصول چقدر روی ما تاثیر میذارن، بهار چقدر حال ما تغییر داره، زمستان چجوری روی حال ما تاثیر داره، پاییز روی همه اون تأثیر میذاره. ما محکوم این سیکل ها، محکوم این حرکت دوار هستیم از نظر خیلی از کسانی که در دوران باستان بودن. این نواگرانه ها، ما این گرانش اینها روی ما تأثیر میذاره و ما رو توی چرخه نگرداشه، یه دونه انگار دورمون یه موج گذاشتن، یه ویوه دور ما، یه سری اینا دارن ربایش میدن به ما و اینا ما رو اینجوری نگرداشتن، دارن میکشن. حالا عکس کالبدای اختری بچه ها رو من دارم دیگه، که هر کسی یه کالبد اختری داره و چه شکلی و چه سمتی کشیده شده. ما هممون تو این چرخه گیریم، حالا ما باید کاری بکنیم که این چرخه بتونیم با بهره گیری از همه این امکانات این بروج خودمون رو باز کنیم و در نهایت این چرخه رو بشکنیم. وقتی ما این چرخه سمسارا رو بشکنیم اون وقته که میتونیم برگردیم. اگر ما دوباره تحت تاثیر این یک موجود شرطی قابل تشخیص. ببینید دوستان عزیز، یک توضیح خیلی جالبی رو بهتون بگم. بدن ما دونه دونه سلولایی که توی بدن ما هست و مولکولایی که توی بدن ما هست از همین خاک گرفته شده، از همین بیگ بنگ گرفته شده، از همین سیمیولیشنی که به قول معروف حالا درست شده، حالا به قول ایلان ماسک که من یه لایوی هم در موردش گذاشتم و این سناریویی از پیش تعیین شده به قول دوستان. پس تک تک این سلولای ما توی بدن ما تحت تاثیر سیکل‌هایی است که توی سیارات قرار داره، جزء بدن ما و ذهن ما و روان ما که تحت تأثیر بدن ماست و بدن ما تحت تأثیر ذهن و روان ماست، هر دوی اینها تحت تأثیر ربایش و گرانه ها، نواگرانه ها و بزرگتر از اون
توی این سیمیولیشن و این شبیه سازی شده تحت تاثیر این سیکل های قراردادی هستن که وجود داره. حتی جنگ هایی که ما انجام میدیم، بشر رو دقت بکنید چقدر ما تکرار شده تاریخ تا حالا. خیلی میگن نه تاریخ تکرار پذیر نیست، اونا سواد تاریخ ندارن. بارها بارها بشر خودش رو نابود کرده، جنگ های بزرگ کرده، باز دوباره از اول دوباره. ما خودمون بچه آدم ها تک تکمون جدا از اینکه یک سیکل کلی داریم برای کره زمین، برای جوامع، همجوری بیاین پایین تر برای حالا کامیونیتی ها، برای خانواده ها، یه خانواده هم سیکل داره برای خودش، همینطور ما میرسیم پایین، میرسیم به خودمون که سیکل شخصی داریم. از نظر هندی ها ما هر 12 سال یه بار وارد یک سیکل جدید میشیم. برای چی ما وارد یک سیکل جدید میشیم هر 12 سال یه بار؟ تأثیر و گرانش اینها، نواگرانه ها رو ما تأثیر میذاره، میکشه ما رو. ما دست خودمون نیست، ما توی گرانه ها اسیریم به قول هندوها. این گرانه ها نواگرانه ها ما رو اسیر کردن. حالا یک راهش چیه که ما به اینا احترام بذاریم، بگیم ما غلط کردیم، آقا نوکرتان داداش ما رو ببخش، خورشید بزرگ سوریا نجبا چاندرا ماه فلان. یه راهش اینجوریه که خودتو بهش میگن چی؟ بهش میگن براهماچاریا. این راه دیگه چیزشه دیگه، راه مبارزه گریش نیست که جهنجو باشی و مبارزه کنی و بخوای اینو بشکنی و بیای بیرون. بشکن باشه میشکنم، بشکن مال مثل آهنگ ابیاد اون میفتم که باید میخواد بشکنی سمساره رو بری بیرون. یه راه دیگهش براهماچاری هاست. براهماچاری یعنی چی؟ هندی دیگه. هرچی بگی نوکرتم چاکرتم ای خورشید ای ماه ای فلان، و خودتو باشون هماهنگ کنی. توکل دستا به دیوار، توکل به خدا. قول معروف تو کوچه بنبست گیر افتادی، اینجا کومکم بیان کومک تو نمیان، که کومک کومک اون میان، کومک نواگرانه ها میان. دستا رو بزن به دیوار، توکل به خدا. یه راهش برهماچاریاست، برهماچاریا. یه راه دیگه چیه؟ بشکن باشه میشکنم، بشکن. خب حالا اینم بشکنم، باز قاطی نکنه زیادی دیگه، باز بزنید دست پای خودتم بشکنی، چون یه اندازه‌ای داره دیگه، باز یه اندازه‌ای داره دیگه. این بشکنم تو باید ببینی که چه اندازه، مثلا جور بزتی یه مقادر میره توی گندلاتی میکنه توی کوچه، اصلا زورت نمیرسه بخوای بشکنی، الکی میزنم فلان میکنم بعد پاش که بیفته. این سریال حرفی رو داشتم میدم، قسمت دو یه لاته بود نشسته بود چهار دست پا داشت میگفتش که بانو، داشت به یه لاته دیگه یه چیز میکرد، مثلا مردی از تو کوچه ما رد شد، بعد نشون داد یارو رو گرفتن آوردنش لختش کرده بودن، یه سگم آورده بودن جلو، میخواستن از بالا پرتش کنن پایی، بعد گفتن بهش بندری برقص حالا واسه ما، این لاته که اینقدر شاخشونه میکشید حالا بندری میرقصید و فلان، که عذرخواهی میکرد که آقا ببخشید ازش فیلم گرفتن. نه از اون وری هم بگی بشکن، زیادی لات بازی هم در بیاری میبینی یه جور دیگه میشکننت. از اون منم زیادی براهماچاریا بخوای باشی اون وسط هی چیز بکنی هم اتفاقی هم نمیفته، بدتر گیر میفتی. پس اینجا یک راه میانه در واقع پیشنهاد میشه دوستان عزیز. ببینید اینجا کومکم بیان کومکم من و تو نمیان. تا اندازه رها کردن و وایراگی و توکل، تا اندازه سپردن در تانتراهایی که تانتراهای پیشرفته هستند، یه جایی انعطاف یعنی، و در جایی هم باید چیکار کرد؟ رد کرد و مبارزه کرد. یعنی بین این دوتا باید شما بتونین یه تعادل برقرار بکنین. شما نمیتونین از این قضیه فرار بکنین. شما یک موجودی هستی که تحت تاثیر سیکل‌ها و نواگران‌ها هستین. ما هر 6 ماه یه بار اخلاقمون عوض میشه. دوتا نادی داریم، آیدا و پینگالا. اینا هی بالا و پایین میشه. آیدا، پینگالا، آیدا، پینگالا. هی خلق ما عوض میشه. خودمون یه روز بلند میشیم حالمون بده، یه روز میخوابیم حالمون خوبه. هر روز به یک شکل و یک شیوه هستیم، ولی در نهایت امر ما باید بتونیم در اون راه میانه به سر ببریم، در راه میانه باشیم. اگر یاد بگیریم در راه میانه باشیم و از هر کدوم از اینها به اندازه خودش بهره رو ببریم، اون وقت میتونیم آروم آروم از این چرخه سمساری به بیرون بیاییم. بیماری روانی، من یادم میاد ما با دانشجوها، بچه های دانشگاه ارومیه، همگی با هم دیگه رفته بودیم در یک تیمارستانی، ما رو بردن اونجا که خدمت شما عرض شود که بریم ببینیم که یه سری از این کیس های روانی رو ببینیم و به ما بگن که شما تشخیص بدیم به عنوان یک روانشناس، که به عنوان مثال بیماری این شخصی که حالا اینجا هستش چیست. من حالا همجور جامم عوض میکنم میرم در یه اتاق دیگه دارم راه میرم با شما. ما به عنوان دانشجو بالاخره حرکت کردیم و رفتیم به سمت این که بریم ببینیم که
میتونیم آیا تشخیص بدیم که بیماری این دوست ما چیه؟ این دوست ما رو آوردن، این آقایی که الان مریض بود رو آوردن نشست، و وقتی نشست پروندهشو به ما دادن و تشخیصی که اونها داده بودن این بودش که این یک شخصیتی هستش که دارای بیماری در واقع دیپرسوست. دیپرسو یعنی چی؟ یعنی که در نهایت امر افسردگی ماژور داره و خیلی غمگینه. اما خب سوال امتحانی این بود، یعنی دستی یک پرونده‌ای رو به ما داده بودن که ما این پرونده رو بخونیم و گول بخوریم و ما هم بگیم خب دکترها تشخیص دادن دیپرسوی دیگه، یعنی افسردگی ماژور داره و خب ما هم درست تشخیص دادیم. میخوام بهتون سیکلو بگم که انسان بالا پایین میشه، حالا تو بیماری روانی چجوریه، چون در بیماری روانی این قضیه اگزاجره و بزرگ نمایی میشه، در ما هم وجود داره ولی در ما کمتره. و من همونجا خب زرنگی کردم و یه نگاهی کردم به دست و پاچه این آقا و دیدم که این آقا که دیپرسوه و خیلی غمگینه و نشسته اینجوری حالش خرابه، اینجوری نگاه کردم دیدم سکناش دستاش زخمه، یعنی سکناش مثل یه آدمی که مش زده باشه به در و دیوار، سکناش زخمه. متوجه شدم که این قبل از اینکه دوچار این حمله بشه احتمال قوی درگیری داشته، پس میتونه یه حالت مانیک هم داشته باشه. خب من یادم میاد جز اون افرادی بودم با یکی از دوستای دیگه هم که با هم دیگه تبانی کردیم و تو اون تشخیصی که دادیم نوشتیم که احتمالاً ایشون مانیک دیپرسو هستن و الان در دوره مانیکشون ما داریم ایشون در دوره دیپرسوشون داریم ایشون رو میبینیم، یعنی در دوره‌ای داریم میبینیم که حالا دیپرس هستش و افسرده است. افسردگی شیدایی دو قطبیت دیگه، بایپولاریتی دیگه، دو قطبی ان اینا، یعنی فصولی از سال رو اینها بسیار انرژی دارن، دعوا میکنن، بزن میکنن، یا میان نمیدونم مثلا خدمت شما عرض شد ریسکای آنچنانی میکنن، کارهای آنچنانی میکنن، یا هم چی میشه، چه اتفاق میفته، یه دفعه اینقدر افسرده میشن و اینقدر حالشون بد میشه و یه حالت نباتی بهشون دست میده که اصلا انگار که از همه چی اینا بگه ناراحت هستن و ناراضی هستن. و این حالت مانیک دیپرسو اتفاق میفته، یه روز بالا یه روز پایین، یه روز بالا یه روز پایین. و خب تشخیص ما درست در اومد، چون این شخص شخصی بودش که یک حالت مانیک داشت و مانیک دیپرسو داشت و ما در حالت دیپرس داشتیم دیدمش. خب حالا ما آدم ها هم بچه همین هستیم، یعنی من و شما هم هر دومون به گونه ای دچار حالت های مانیک دیپرسو میشیم. این یعنی سیکل، یعنی ما سیکل داریم. بعضی موقع شما با یه پسری دوست میشی، به خانما دارم میگم، یا با آقایون با یه دختری دوست میشین. برای چی میگم باید با یه دختری حداقل شما یک سال رفت آمد بکنی، حداقل بشناسیش و همدیگه رو بشناسین، خلق و خوی همدیگه رو بشناسین. شاید شما در یک دوره با اون مرد آشنا شدین که دوره مثلا مانیکشه، شما میخوای یه نفر ازدواج بکنی با یه دختری آشنا شدی که یه دوره یه که کونورده و میره حال میکنه و عشق حال میکنه و خیلی نمیدونم انرژی داره و اینا، این دوره چیشه؟ دوره در واقع مانی که شما با این دختر آشنا شدی یا با این مرد آشنا شدی، خیلی باحاله و عشقیه و حال میده و میگه عجب عشق خوبی پیدا کردم و چه یار خوبی پیدا کردم و چه پایه است با من میاد کو. یا مثلا تو یک دور برهی میبینیش که این توی سیکلشه، بنده خدا مریضه، این تو سیکلش مثلا یه تیپی داره که تو خوشت میاد از اون تیپ، مثلا یه پیپی به دستش و تیپ عرفانی داره و فلان اینا، ولی خبر نداره که این قرار 6 ماه دیگه تبدیل بشه یک موجود دیگه، تبدیل بشه به یک موجود کاملا متفاوت. بعد از 6 ماه که با اون پسر دوست شده یه دفعه میبینه 6 ماه بعد یه موجود پارانویای خل به وجود اومد که نمیدونم به خودت هم صحبت میکنی بهت شک داره، میخواد بکشت. کی بود؟ با کی صحبت کردی؟ حالا مثلا داری تو یه جایی مثلا کارمندی داری کار میکنه، هر اون کی گفت بهت اون چی بود اومد اونجا، میبینی یارو پسر خله یا دختری، میبینی اینقدر پارانویا است که تعقیبت میکنه، یک سر موبایل تو چی. اولش اینجوری نبود که، این سیکله. باز اگه واسی میبینی دوباره حالش خوب میشه، دوباره هی بریم بیرون بگردیم حال کنیم. این مانیک دیپرسو و بالا پایین شدن در آدما در همه ما وجود داره، ما هممون مانیک دیپرسو هستیم، بالا میبریم پایین میایم، ولی خب این طبیعیه. بالاخره بهار حالمون خوب میشه، بوی چمن میخوره بهمون، به قول معروف شروع میکنیم، حالا به قولی که دوستامون بهش میگن گفت جفتک انداختن اشغال کردن. بعضی موقع هم که پاییز میشه یه ذره اون حال هوای غم اندوه دیگه، پاییز چشم تو وقتی ببار، طبیعی هر انسان اینجوریه. ولی بعضی موقع این حالتهای مانیک و دیپرسو فاصلهاش کم میشه تو بیماران، یعنی الان مثلا یه دفعه 6 ماه یه بار اگه عوض میشد، حالا 3 ماه یه بار عوض میشه، یه دفعه میبینی هفته ای عوض میشن. خب اینا معمولا قرصایی بهشون میدن، دو قطبی هن دیگه، یه دفعه کم کم میبینی عوض میشه.
و یارو میبینی من حالا کسی کیس رو میشناختم که در یک مثلا دقیقه به دو حالت تبدیل میشن دیگه، در نهایت اینقدر این سیکل دیگه نزدیک میشه، دینگ 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 دینگ، مثلا میخنده و حالا من دارم اتون تارت بازی میکنم. واقعا من دیدم اینو، من به چشم دیدم اینو، یعنی دیگه همونجا دیگه این دیگه سیکلش اینقدر دیگه قاطی کرده. خب این باید بره تیمارستان. اگه ما هممون تیمارستان نمیریم، ما هم هممون مانک دیپرسویم هممون، چون این ناواگرانه ها ما رو گیر انداخته، ما رو توی سیکل انداخته. هر موقع دلش بخواد، حالا خوب شو، حالا بد شو، حالا برو بالا، حالا بیا پایین، حالا پریود شو، حالا نمیدونم دل درد شو، حالا نمیدونم امروز خوش اخلاق شو، فردا بد اخلاق شو، حالا من به دستور میدم، حالا اینجوری شو، حالا اونجوری شو. خب در نهایت اما میبینیم که گیر این سیکل افتادن. خب این سیکل همون کارماست دیگه، یه نگاه دیگه که میشه به این کارما کرد همون سیکله. اسیر بودن تو همین سیکل هاست که ما تو سمساره گیر کردیم. یه ذره به خودتون فکر کنیم ببینیم ما قابل پیشبینی نیستیم هممون؟ اگه یه نفری واقعا بره تو خط تک تک ماهی که اینجا هستیم، نمیتونه ما رو واقعا پیشبینی بکنه؟ اگه یه موقع یکی بهتون گفت این تیرماهیه بدون تو سمساره این، اگه یکی بهتون گفت بابا اصل خوردادیه تو سمساره این، اگه یکی تونست تشخیص بده که سیکل شما رو تش، انسان یک موجود انعطاف پذیری باید باشه، بر طبق شرایط باید بتونه در راه، در تعادل، در دامکا یا به قول بودا در تعادل باشه و در نهایت امر سعی کنه که بهترین ها رو از هر بروز و از هر حال و احوال دریافت بکنه و در راه میانه به سر ببره، چیزی که این سمساره نمیخواد. سمساره میگه تو باید تحت تأثیر من باشی، من به تو میگم که امروز حالت خوب باشه، من به تو میگم که امروز حالت بد باشه، امروز جوپیتر در فلانجا قرار گرفته، تو باید امروز این اتفاق در ذهن و روان تو بیفته. چون ذهن هم یه چیز مادیه بچه ها. چرا فکر میکنین ذهن چیز مادی نیست؟ شما اگر غذا نخورین میتونین فکر نکنین؟ فکر بکنین یعنی؟ شما غذا اگر نخورین فکرتون هم از کار میفته، چون ماهیت ذهن هم مادی، از ماده گرفته میشه ذهن. ذهن چیز غیر مادی نیست، ولی ماده لطیفتره به قول هندی ها، یا اون کوشا یا اون بدنی که بهش میگن مانوما یا کوشا، اون مانوما یا کوشا یک بدن لطیفتره، ولی کالبد ذهنیه. اما اگر دقت بکنید، اگر بتونین از جایگاه اون من حقیقیتون به این سیکل نگاه بکنید، تانترا اینه، اگر بتونین در جایگاه من حقیقیتون به این سیکل نگاه بیاندازید، اون وقت میتونین از بیرون به این قضیه نگاه بکنین و در نهایت در جایگاه یک مشاهدگر نگاه بکنید به این اتفاقا و به این سیکل ها. روح شما جزء این سیکل نیست، روح شما از جنسی ورای سمساره، چون سمساره در نهایت توی ذهنه، سمساره در نهایت توی ذهن ماست و ذهن هم اعتباری ندارد، چون ذهن هم خودش یک عامل مادی است، همچون ناواگرانه ها اونم مادی است. یه ذره فلسفی دارم صحبت میکنم و گوش کنید بچه ها. وقتی شما ورای ذهن خودتون میرید، تحت تاثیر ذهن شرطی شده قابل تشخیص و قابل پیشبینیتون نباشید، تحت تاثیر ناواگرانه ها سیارات نباشید، تحت تاثیر در واقع این حالا کندیشنینگ در واقع نباشید، از جایگاه روح و روحانی نگاه بکنیم، با یک بینش نگاه بکنیم به خودتون، اون وقته که شما میتونید از این سیکل فرار بکنید و الا هیچ راه دیگری نداره. یکی از دوستان ما، همون دوستی که در واقع خودشون بایپولاریتی داشتن، یه خانومی هستن که اصلا یکی از دلایل درمان بیماری دو قطبی همین ایشون هستن، اسمشون یادم رفته، یه خانومی هستن که خودشون مبتلا هستن به بایپولاریتی، مبتلا هستن به این بیماری الان، ولی ایشون از جایگاه یک ناظر به خودش نگاه میکنه، به حال خودش واقفه، از جایگاه روح داره نگاه میکنه به خودش. اگه توی سمساره گیر افتاده بود، توی سیکل گیر افتاده بود و وقتی بالا میرفت بالا، اون میدونه که من حقیقیش این ذهن نیست، اون میدونه که من حقیقیش این بالا پایین شدنه نیست. برای همینه که یک کسی که بایپولاریتی داره، خودش درمانگر بایپولاریتی شده، این بیماری رو داره، نوروترانسمیتراش یا عصب رسانه‌اش کار نمی‌کنه، سروتونین زیاد ترشح میشه، بازجذب عصب رسانه‌اش زیاده یا مثلا جذب عصب رسانه‌اش کمه یا زیاده، اینا حالا
مشکلات مختلفی داره که هورمونیه، که باز همه اینا توی همون نواگرانه ها دوباره چیز میشه، تفسیر میشه، چون اونا هم که باز تاثیر میذارن، یا تنظیمات چاکرای ما یا خیلی از مسائل دیگه که باعث این اتفاقا میفته. ولی او بینش دارد به خودش. فیلم بیوتیفول مایند اگه دیده باشین، ذهن زیبا، داستان یک در واقع ریاضیدان رو صحبت میکنه به نام جان نش، که نقشش هم راسل کرو فکر کنم بازی میکنه، بازیگر فیلم گلادیاتور. من همشه کورت راسل راسل کرو رو با هم اشتباه میکنم، و ایشون تو فیلم نقش ریاضیدان رو داره که بهش میگن جان نش، و این یک سری موجودات خیالی هستن، میان باش صحبت میکنن و واقعا اینا رو باور داره و خیلی تو زندگیش مشکل ایجاد میکنن. حتما این فیلم رو ببینید. در نهایت یه دفعه یکی از دوستاش بهش میگه بابا اینا نیستن، تو خیال تو هستن، تو دچار اسکیزوفرنی هستی، تو بیماری روانی داری، تو یک سیکل ناقص در واقع میشه گفتش که روانی افتادی و این به خاطر یک بیماریه که در تو اتفاق افتاده. بعد بهش میگه نه اینا وجود دارن، من ببینمشون. بعد یه دفعه متوجه میشه الان 20 سال این دختره مثلا بزرگ نشده که میبینتش هر روز، یا 20 سالی که مثلا این پسره رو میبینه میان تو زندگیش در واقع میان یک سری تدخلات ایجاد میکنن، اصلا اینا بزرگ نشدن، همونجوری موندن و میفهمه اینا ساخته ذهن خودشن. یک بینش پیدا میکنه به بیماری روانی خودش، میاد بیرون، یه دفعه از جایگاه روح نگاه میکنه، اینسایت پیدا میکنه، بینش پیدا میکنه. و جالب اینجاست اون روزی که داره جایزه نوبل میگیره، حتی اون بالا که واسطه و دیگه بیمارش خوب شده، دیگه میدونه خودش بیمار رو قبول کرده، داره جایزه نوبل میگیره، نگاه میکنه میبینه هنوز اون دختر اون پسر اون بغل واسطن. وقتی داره میره میگن واسطه کجا میری، بیا بیا. حالا ما میتونیم بگیم اینا موجودات غیر ارگانیکن، حالا از یه دید دیگه ای اگر من صحبت کنم در مورد این مسائل، میتونیم بگیم نه یه سری موجودات غیر ارگانیکن که اصلا هستن، یا میتونیم بگیم نه اینا در واقع فکر خیال خودشن که اسکیزوفرنی باز پخش در واقع یه سری چیزایی تو مغز خودشه که اینا رو میسازه، از ضمیر ناخودآگاهش میاد، روانکاوی، زیست شناسی، نگاه مختلف، ولی تعویض نمیگیره اینا رو، از کنار اینا رد میشه تا آخرین لحظه اینا هستن باشه، ولی چون اون بینش رو داره اسیر اینا نمیشه. ما هم دوستان عزیز باید با این بینش، ما هممون روانی، همه ما روانیم، یعنی موجودات روانی هستیم، نه که به معنی روانی بیماری، یعنی روانیم، یعنی روانیم در اینجا دیگه، روان ما اینجا داره کار میکنه، پس هممون روانیم، هممون توی سیکل هستیم، هممون بالا پایین میشیم، یه روز بالا یه روز پایین، کجای راهم، یه روز این بر یه روز اون بر، کجای کارم، خودم نمیدونم، نه نمیدونم، یه روز بودا یه روز سقراط، یه روز هیتلر یه روز گاندی، یه روز بالا یه روز پا. ولی این بالا پایین شدن هر که داری میری، یه روز بالا یه روز پایین، اینو از دور ببین خودت که تو اون بالا پایینه نیستی، روح تو این بالا پایین شدنه نیست، روح تو هورمونات نیست، روح تو بدنت نیست، روح تو ذهنت نیست، من حقیقی تو هیچ کنون از اینا نیست. تکنیک براهماچاریا یعنی که بعضی موقع باید تسلیم شد، بعضی موقع باید پارو نزد وا داد، باید دل رو به دریا داد، یه جایی هم باید واستاد. بله این شعر خودم، البته الان من به صورت بداهل تقیق این من جوونی ساختم این شعر، یه روز بالا یه روز پایین، ولی الان. و در نهایت راه رهایی از سمسارا بچه ها این هستش که از سیکلهای روانی خودتون بیرون بیاین، سیکلهای خودتون رو بشناسین، ببینین که نگاه باز اینجا اینجوری شدم، ببین قابل پیشبینی هم، ببین چقدر راحت برام برنامه ریزی شده. سریال وست وورد یکی از سریال های بسیار زیباست که انگار تو گویی یک سری آدم هستن برای ما دارن یک داستان می نویسن برای ما، یک در واقع سناریوی آماده شده می نویسن، و توی وست وورد وقتی می میرن این ربات ها دوباره زنده میشن، یادشون میره، حافظه شون رو پاک میکنن، باز همون داستان رو براشون نوشتن، حالا این دفعه مثلا توی یک لوکیشن جدید، مثلا توی لوکیشن قبلی نمیدونن که خودشون رباتن که دارن زندگی میکنن توی شهری، یه سری مهمون هستن که از بیرون میان آزادن که بیان اینا رو بکشن و بزنن و از بین ببرنشون. یه شرکت خیلی بزرگیه، برای که سرگرم بشن پول داره، یه سری ربات درست کرده که این ربات‌ها بنده خدا قشنگ هوش دارن، حس دارن، یعنی در واقع میشه گفتش که یه جوری بایومکانیکال هستن و روح دارن این ربات‌ها، ولی هر سری هر کی بخواد بیاد تو این شهر میتونه بزنه اینا رو بکشه، اونا که قاتلان عشق می‌کنن پول داره بیان اینا رو بزنن، و هر سری که اینا میمیرن باز میبرن تعمیرشون میکنن، دوباره با همون سناریو دوباره بیدار میشن، دوباره با همون سناریو بیدار میشن، ولی خب این دفعه مثلا همون سناریو تو ژاپن اتفاق میفته با لباس سامورایی، همون بچه، همون مادر، همون جدایی ها، باز همون دزدا، همون ماجرا، ولی باز میمیرن دوباره، باز یه سری پولدار میان اینا رو میکشن، دوباره این دفعه میرن توی لوکیشن دیگه، مثلا توی مثلا ایران، جاهای مختلف. فیلم وست‌وورد رو ببینید،
که دنیای ما شاید یک سناریویی از نظر این دانشمندان جدید یک سیمیولیشنه و برای ما طراحی شده و یه سری آدم ها یه سری از در واقع میشه گفت فیلمنامه های مشخص شده ای رو برای ما می نویسن و هی در ما تکرار میشه. سناریویی که برای بشر نوشته شده همشون داره تکرار میشه، یک سره داره تکرار میشه، جنگا دوباره تکرار، جنگ جانی اول، جنگ جانی دوم. و از محابراتا شما بگیرین همینجور بیان جنگا رو نگاه کنین، کتاب جنگا رو بگیرین، کتاب خیلی مصور خوبی هم است، بخونین تو الان ببینین که همه جنگا چه تکراریه. آدم یک سیکل میبینه، انگار برنامه ریزی شده است، یک سیکلی برامون درست کردن. ماه تولدمون سیکله، گردش خونمون سیکله، همه چی سیکله. ما برای از این سیکل بیایم بیرون، باورهایی رو که به قول آقای دیوید آیک برای بشر درست کردن، آینهایی رو که به خورد بشر دادن و مردم رو سرگرم کردن برای اینکه بتونن کشورهای امپریالیستی، برای که بتونن استثمار بکنن کشورهای دیگر رو، یعنی سناریوهای آماده شده رو به ماها میدن. و به قول ونوس عزیز میگه الان که داریم خارج میشیم از تکرار. بله بله، از این بازی باید خارج شد و همه در این بازی هستیم و این بازی رو باید بازی بگیریش. اول بازی رو باید بازی بگیری، به قول هندی ها بهش میگن لیلا. لیلا یعنی بازی، دیگه دنیا یعنی بازیه، باید جدیش نگیری اول از همه. اول از همه نترسی، بدونی بازیه. لیلی میکنن دیگه، لیلا روی یه پاشون گروه ها وای میستن، یعنی چوب دستشون میگیرن، یه گروه خیلی متشخص یه دفعه بلند میشه هی میرخصه، خل بازی در میاره. یعنی دنیا مثل بچه ها باید بازی بگیریش اول. و بعد تانترا، تانتراهای مختلف، تانتراهای در واقع میانه روی و تانتراهای مختلف، تمام اینا این سناریوها رو باید ما بشکنیم، این سیکل رو باید بشکنیم، این سیمیولیشنی که شده و حتی جهانهای موازی رو که برای ما درست کردن. گرچه من نمیخوام امروز وارد جهانهای موازی بشم و این نظریه رو برای اولین بار من به این شکل عنوان کردم، که البته خب خوشبختانه یا بدبختانه ما خوراک میدیم به این کانالای زرد دیگه. یه دوستانی هستن میشینن لایوهای ما رو نگاه میکنن بدونی که ناخداگاه میرن کارتونش هم میسازن، فردا یه دفعه میبینم دو روز بعد از من دقیقا همون مطلب من رو که نظریه من هستش و دیگه تو این وضع اول نمیشه شاید بعضی موقع ثبتشون کرد دیگه، حالا بالاخره محدودیت هایی هست با مسائلی هست، و میبینیم که همین صحبت های ما رو میان و ثبت میکنن و یه چهار تا چیز دیگه هم روش میذارن و کارتونش میکنن میدن بیرون. ولی من بازم تکرار میکنم، حالا مهم نیست چون این یه آگاهیه، کسی دیگه هم میخواد اینو از ما برداشت بکنه و اینو حالا امیدوارم که به راه خوب بس و گسترشش بده یا حداقل با ما مشورت کنه. خیلی چیزهای دیگه ای هست که ما پیدا کردیم و شاید بتونیم از این نتیجه گیری کلی مطالعات بهش بگیم و به بیراه نره. در نهایت ما باید یاد بگیریم که این سناریو رو پیداش بکنیم. وقتی این سناریو رو پیدا کردیم میتونیم این چرخه رو، اول تکنیکش رو پیدا کردیم و خوب شناختیمش و خوندیمش و تکرار رو پیدا کردیم، بعد بتونیم ازش بیایم بیرون. و جهان‌های موازی هم دقیقا همینه، یعنی به موازات این که من و شما اینجا هستیم، همین الان میلیون ها که هیچی، میلیارد ها که هیچی، بی نهایت سام دیگه هم همین الان وجود داره. یعنی این سام دیگه ای که من اون سری هم به شما گفتم الان اونجا نیومد به این ور، یعنی از اون صندلی نیومد اینجا، هنوز اونجا نشسته داره لایوشون میده. اون سامی که الان قرار بود لایو نده مثلا، گفت ولش کنه میشه بابا لایو ندیم خسته ای، اونم الان هست اونجا نشسته داره سریال نگاه میکنه، داره جیمز باند جدید نگاه میکنه. اون سامی که الان قرار بود بره نمیدونم اخترشناسی یه کسی دیگر انجام بده، الان داره اونم همه اینا و هممون همتون هستین، تمام این امکانات هست، همه اینا توی برنامه‌ریزی کامپیوتریه. وقتی شما سمساره رو بشناسی همه اینا میشکنه، یه دفعه همش فرو میریزه. بشکن باشه میشکنم، بشکن وقت رفتنه، بشکن. بله جانهای موازی هم همینه، سرتو میذاری میره تو جان موازی بعدی، اونجا میبینی آه داری زندگی میکنه، همه هستن باز دارن میان و میرن. حالا دوست دارم دوستان انشالله گوش کنن اون لایو قبل منه که خیلی مفصل و سعی کردم خوب در موردش صحبت کنم، اونا که میدونن حالا من دارم اشاره میکنم. سرتو میذاریم تو دنیای موازی دیگه، باز یه سیکل دیگه اونجا هست، سیکل اندر سیکل، سیکل اندر سیکل، دایره در دایره گو، آینه در آینه گو. ولی این وسط باید یه دفعه بیای بیرون بگی یار پسندید مرا، یار پسندید مرا، بیای سمت یار، از این دایره در دایره و آینه در آینه بزنی بیرون و بگی یار پسندید مرا. یار کیست؟ اون من حقیقی توست. خب دوستان عزیز دیگه کلی صحبت کردیم و حرف زدیم و امشب
مراودات داشتیم با یک دیگر و امیدوار هستم که از لایو امشب خوشتون اومده باشه. نمیدونم کانتر ویو لایوهای من دوچار مشکل شده، نمیدونم کانتر کلن نیزر کانترات هم توی یوتیوب ریزش های عجیب و غریبی داره، کامنت ها رو پاک میکنه خودش، مشکلات چیزیه دیگه. لطف کنین به اشتراک بذارید، عیبی نداره، دانش رو انتقال بدید دوستان عزیز. این دانش مال من نیست، منم زبون خودم نیستم، من تو هم تو منی. و یادتون باشه چراغ، میگن روشنی چراغ خاموشی رو بوسه ای زد و اون چراغ روشن باز چراغ خاموش دیگه ای رو بوسه ای زد، و شما هم هر زمان که یک آگاهی و دانشی به سراغتون اومد حتما چراغ خاموش دیگر هم بوسه بزنیم و رد بکنین. خوشحال میشم که کار رو استوری بکنید، اشتراک بذارید و به دوستای دیگرتونم بگید که بیان. حتما بچه ها زیر لایو نظرات خودتون رو بدید پیشا پیش از همه دوستان، از خالفاتی عزیزم فاطمه برهانی، هنرمند بزرگ بالرین درجه که ایران، از کانادا، از آیدین جان، از ونوس که بعد از مدت ها ما بالاخره خانم مارکابا رو دیدیم اینجا پیداشون کردیم، از خانم عبداللهی، آقای شادکامی، آقای حامد قربانی، شرار خانم عزیز، مهدیس عزیز از آلمان که واقعا محبت دارن به من، آقای او 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 اوهای معروف، آقای شل گالری، آرش اسم و دیگه دوستان عزیز دیگری که در اینجا هستند و من همشون رو دوست میدارم بسیار زیاد و امیدوار هستم که حتما این کار رو به اشتراک بذارید. و یادتون باشه که میتونید برای کالبد اختری خودتون هم، البته پیام بازرگانی هم بدم، اقدام بکنید که ما کالبد اختریتون هم تهیه بکنیم که معمولا 4 هفته طول میکشه و ولی خب بسیار بسیار جذاب هست که چگونه این ناواگرانه ها رو ما میتونیم از شرشون خلاص شیم. البته من ناواگرانه ها رو هم دارم الان درس میدم، سیستم جدید ستاره شناسی و خلاصی از دست این ستاره ها و داستان این که چه سیستم هایی رو هندی ها انجام میدن اون رو به سانسکریت هم درس میدیم، البته با ترجمه فارسی هم ناواگرانه ها رو خیلی کامل و خوب درس میدیم. خوش و خرم باشین، دوستتون دارم. Have a nice time and be glad. به قول ساسانیان پدرود شادی، پدرود شادی، خوش و خرم باشید. بای بای.